سلام عزیزانم، خوب هستی؟ سرخوشیان اومده با کفش دوزک. الان یک کم شبیهشه، با هم میبافیم، شبیه تر میشه. گردبافی ساده است، یک کمی تغییرش دادیم، شده کفش دوزک. اینم خلاقیت من. به همین راحتی روی فیلمی که روی کانال آپارات و تلگرام هستش، فیلم کاملش رو میذارم، بافتش رو. ولی اینجا الان چون که تکرار مکرراته، من فقط میگم که به چه صورت میبافیم. در ابتدای بافت 4 تا زنجیره هستش که 4 تا زنجیره رو شلال میزنیم به زنجیره اول و روش 12 تا پایه بلند میبافیم. این 12 تا رو به روش گرد بافی و افزایشی که میشه رج بعدی هر پایه 2 تا افزایش میدیم، میشه 24 تا. رج بعدی افزایشی یک تک پایه که هر دو پایه میشه 3 تا پایه، بس میشه 36 پایه. همینطور ادامه میدیم، اولی افزایشی بافته میشه و بعد روی پایه های بعدی تک پایه تا برسیم به اولین پایه افزایشی رج قبل، روی اون دوباره افزایشی میبافیم. خب اولش بود یه دونه، شد دوتا، دوتایی تک پایه، دوتایی دوتا تک پایه. منظورم از دوتایی همون پایه افزایشی هست. افزایشی 3 تا پایه، افزایشی 4 تا پایه و اینجا دیگه بافتمون تموم میشه. برای گرد بافی 4 تا زنجیره میزنیم، 1 2 3 4. میایم روی زنجیره اول قلاب رو وارد میکنیم. دو تا حلقه روی قلاب هستش، یه نخ میگیریم، از دو حلقه رد میکنیم که این میشه شلالمون یا بست. 3 تا زنجیره میزنیم معادل پایه بلند، باید 12 تا پایه بلند ببافیم، این میشه اولیش. 11 تا دیگه داخل این حلقه میبافیم، 1 2 پای بلندم که بلدید دیگه، نخ روی قلاب، یه نخ داخل حلقه، نخ روی قلاب دوباره میگیریم، از دو تا حلقه رد میکنیم، دوباره این کار تکرار میشه. ببافم 11 تا رو، 12 پایه شد، 3 زنجیره و 11 پایه بلند. میایم سر سومین زنجیره قلاب رو وارد میکنیم، یه نخ بیرون میکشیم و همون بس رو میزنیم. اینجای بافت یادتون باشه برای خالهای روش، ببینید با رنگ مشکی یا مثل من رنگ زغالی تموم میشه بافت. یه زنجیره میزنیم و نخ رو 20 سانت بلندتر بگیرید که میخواییم بدوزیم، قطع میکنیم. پس تا اینجای بافت یادتون باشه. ادامه بافت رج دوم، 3 زنجیره میزنیم، یک پایه بلند روی همون پایه میبافیم، این میشه پایه افزایشی. هر جا گفتم افزایشی دیگه بدونید دو تا پایه باید ببافیم، فقط اول رج 3 زنجیره و پایه بلنده. پایه بعدی هم همیشه دو تا پایه بلند میبافیم. پس رج دوم تماما افزایشیه که پایه هامون میشه 24 پایه. اگر بافتید و احساس کردید که بافتتون جمع میشه به این حالت کاسه، یعنی اینکه یا شما دارید سفت میبافید یا قلابتون کوچیکه، قلاب بزرگتر بردارید. اگر دیدید شل، یا دارید شل میبافید چینچین افتاده، یا اینکه قلابتون خیلی بزرگه، این 12 تا قانونه. با این 12 تا با هر نخ و قلاب متناسب همون نخ ببافید درست در میاد. پس به همین شکل دوتا دوتا ادامه میدیم تا بریم رج بعدی. و یه نکته دیگه، ببینید من دارم سر گندمی ها میبافم. یه وقتایی میپرسید که چرا پایه ای ما شکل شما نمیشه، شبیه مال شما نمیشه. اینجا ما بین پایه ها نبافید، روی این دو لبه گندمی باید بافت. باز میرسیم به انتهای رج، مثل رج قبل شلالش رو میزنیم. 3 زنجیره که ابتدای هر رج یکی هستش، خب روی همین پایه دوباره باید افزایشی رو ببافیم. پایه بعدی رو تک میبافیم، یعنی یک پایه، و تکرار میشه افزایشی یک پایه. از
اینجا به بعد هر رجی که پیش میریم افزایشی ها سر جاشون هست، یعنی ابتدای بافتمون افزایشی داریم و بعد تک پایه، به تک پایه ها اضافه میشه. الان این رج افزایشی یک پایه بود، رج بعدی میشه افزایشی دو پایه، رج بعدش میشه افزایشی سه پایه و همینطور تا هر جا که دوست دارید دیگه ادامه میدید. افزایشی یک پایه، افزایشی دو پایه، افزایشی سه پایه و در رج آخر افزایشی چهار پایه که تعداد پایه هامون میشه چند تا. در انتها در رج ششم ما 72 پایه خواهیم داشت. خب من اینو ادامه میدم، میبافم، به این صورت داره بزرگ و بزرگتر میشه و اینکه چند زلی هم نیست، کاملا گرده. دیگه ادامه میدم تا رج ششم، بعد برمیگردم که این دور رو با هم ببافیم. دایره رو کامل بافتم، شش رجش رو، حالا برمیگردیم حاشیه دورش رو میبافیم. از این قسمتی که شلال آخر رو زدیم 6 تا پایه میشماریم، 1 2 3 4 5 6. روی این ششمی نخمون رو سر میگیریم، یه گره اولیه روش زدم، سر میگیرمش، 3 تا زنجیره میزنیم، 2 تا پایه بلند روی همون پایه میبافیم، 1 2. دو پایه بعدی رد میشه، روی پایه بعدی یک بست میزنیم و همین بافت تکرار میشه، 3 تا زنجیره، 2 پایه بلند، دوباره 2 تا رد میشه، میریم بعدی. به همین شکل دور تا دور رو میبافیم تا تعدادش برسه به 20 تا. بعد این قسمت رو باید پایه بلند ببافیم. 20 رو که بافتیم روی همون پایه 3 تا زنجیره میزنیم، میریم بالا و بعد روی مابقی پایه ها پایه یه بلند میبافیم تا برسیم به آخری. ادامه میدم. روی پایه اول هم که شروع کردیم به باف، یک پایه بلند میبافیم که به هم دیگه وصل بشن، فاصله ای نیفته بینشون، برمیگردیم، 3 تا زنجیره میزنیم روی تک تک پایه ها، یک پایه میبافیم بینش تا انتها. 14 تا پایه داریم، اولش یه 3 زنجیره زدیم و بعد 13 تا پایه بعد ببافیم که آخری رو سر 3 زنجیره ابتدایی میبافیم. خب حالا برمیگردیم، از این 14 تا پایه ما میخواییم 6 تاش رو این وسط نگه داریم، پس 4 تا شلال بعد بزنیم رو 4 پایه، یکی که اولی بود رو دومی، سومی، چهارمی، حالا میرسیم رو پنجمی که همون 4 شلال شد، 3 زنجیره میزنیم، 5 پایه بعدی رو، 6 تا پایه که بافتیم برمیگردیم، 2 تا شلال میزنیم تا برسیم به این پایه وسطی. حالا ببینید این قسمت روی این پایه وسطی، یه دونه دیگه شلال بزنم، 3 تا روی این پایه وسطی مثل این نمونه میخواییم این بند رو ببافیم که برسه به اون سمت. یک زنجیره میزنیم، این زنجیره رو میکشیم حدودا 1 سانتی، روی همون پایه 4 تا پایه بلند میگیریم اما نمیبافیم، 3 4. حالا یکی میشه، یک زنجیره میزنیم، یک زنجیره دیگه و همون باف تکرار میشه، دوباره میکشیم و داخل اون زنجیر اولی که زدیم نخ میگیریم و همین بافت رو تکرار میکنیم که به این صورت در میاد من حدود 40 سانت بافتم. نخ رو بلندتر میگیریم، قطع میکنیم، شروع میکنیم به بافتن یکی دیگه و تا این قسمت که 6 تا زنجیره رو بافتیم، یعنی این الان اگه دومی باشه این
شش تا پای بلند گفتم زنجیره اشتباه شد. شش پای بلند رو میبافیم یک زنجیره میزنیم و دیگه اینجا نخ رو قطع میکنیم. حالا میاییم انتهای این پای حبابی ها رو به این پایه سوم وصل میکنیم. یه بست شلال با سوزن هم میتونید این کار رو انجام بدید. یه بست زدم و انتهاش رو با سوزن محکم میکنیم که در نره. اضافه نخ رو روی سوزن گرفتم. چند بار بین این پایه ها رد میشم. گره میزنم تا کاملا محکم بشه. تا اینجای بافکار ما تموم شد. برای ادامه نیاز هستش که این دایره های رج اول رو که گفتم 14 تا ببافیم. برای بافت این خط وسط میایم از ما بین این 14 پایه 2 4 6 7 که اینجا میشه گره اولیه ای که رو نخ زدیم از پشت بافت میگیریم بیرون میکشیم. همینطوری یه خط مستقیم رو میگیریم میریم به سمت پایین شلال میزنیم. یکی روی پایه میزنیم یکی ما بین پایه و به همین شکل ادامه میدیم. وقتی که به وسط رسیدیم برای اینکه اشتباه نشه وسط 12 تا پایه بود دیگه پس 6 تا پایه رو رد میکنیم. ما بین پایه 6 و 7 این شلال ها رو میزنیم. میرسیم به انتها نخ رو قطع میکنیم و ادامه نخ رو میبریم به سمت پشت بافت. برای دوخته خالخالی ها اضافه نخ رو روی سوزن بگیرید. مثلا این وسطی قرار میدیم و به قسمت قرمز میدوزیم. بقیه خالخالا رو هم هر جا که دوست دارید قرار بدید و به همین شکل دور تا دورش رو بدوزید و در انتها نخ رو پنهان کنید. من میخوام حالا به این صورت میخوام قرار بدم و اینکه کوچکترها رو با 10 تا پایه متوسط بافتم. همون 4 زنجیره 2 تا زنجیره اولش زدم و 9 تا پایه متوسط بافتم. دستگیره کفش دوزکمون رو بافتیم. حالا میخوایم براش آستر بدوزیم بدون نیاز به چرخ. یه دایره با پارچه من پارچه تترون بریدم. ببینید روی پارچه به این صورت دستگیره رو قرار دادم. دقیقا به همین اندازه یه کوچولو بزرگتر برش زدم و بعد به این صورت کوک میزنیم. از قسمت پشت پارچه لبه رو تا میزنیم. نیم سانت کافیه. فقط حواستون باشه گره روی قسمت پارچه باشه چون بعدا میخواییم در بیاریم راحت تر باشه. به این صورت کوک بزنید. یک کوچولو باید چین بدیم تا این حالت اوری صاف در بیاد. گردی دور تا دور رو کوک میزنیم و بعد سوزن رو رد میکنیم. به این صورت آموزش خیاطی هم دیگه داریم. ببینید به این شکل شد. من اینو کامل کوک زدم. حتما هم با یه رنگ متفاوت کوک بزنید که دیده بشه چون بعدم خواهیم این کوک رو بشکافیم. به این صورت روی هم قرار میدیم. با استفاده از سنجاق ثابت میکنیم که تکون نخوره. ببخشید که مشکیه و دیده نمیشه اما دیگه سعی میکنم تمام نکات رو توضیح بدم که کاملا متوجه بشید. از یکی از قسمت ها فرق نمیکنه، فقط از پشت کار نخ مشکی رو سر میگیریم و ریز ریز پس‌سوزی میکنیم. یعنی کوکای خیلی ریز باید بزنید که بافت به آستری وصل بشه. هر چقدر این کار رو با حوصله و دقت بیشتری انجام بدید کارتون تمیزتر در میاد.
به همین راحتی. دور تا دور رو بازم عذر میخوام دیگه، واقعا چاره ای ندارم، مشکی دیده نمیشه. یه کوچولو خیاطی بلد باشی کافیه، کوک زدن معموله. انشالله یه بار دیگه حتما یه بافت روشن رو انتخاب میکنم که آثارشم روشن بشه که بهتر ببینید. بعد از اینکه دور تا دور رو دوختیم، سنجاقا رو باز میکنیم و این کوک رو میشکافیم. دوختمون کامل تموم شد، این کوک رو میشکافیم. به خاطر همین گفتم گرش از رو باشه. دیده بشه و تمام شد. به همین راحتی برای تمام دستگیراتون میتونید آستر بدوزید بدون نیاز به چرخ، فقط با دست. تا آموزش دیگر به خدا میسپارمتون. خیلی مراقب خودتون باشید، در خانه بمانید و ببافید.